مترجم ها منظورتونه؟ ترجمه ها یعنی چی؟ ترجمه ها منظورتون کدوم فصله؟ نظریه پاییز بیایم و کامپایلر رو زمستون. خب ببینید زمستون آیا قطعا برگزار میشه؟ احتمالا یه نکته و تستی تو عید باشه. من فکر میکنم که میتونی اونجوری برنامه‌ریزی کنی، نظریه رو الان بیاین اونو بذاری نکته و تست. آیتی بهتره استاد؟ امنیت بهتره یا آیتی؟ یه همچین چیزی فکر کنم. ببین خب امنیت علاقه میخواد، کسی که میره امنیت باید علاقهش هم داشته باشه. اگه علاقه داری امنیت برو، علاقه نداری خب نرو دیگه، چون تعداد پذیرشش واقعا وحشتناکه. شما پذیرشش رو واقعا میبینی که تعدادش خیلی کمه. دوستا با کلاس پیش بیایم چقدر خودمون باید وقت بذاریم؟ در حد اینکه تست بخونید و نکات جزوه منو اسکیم کنید، یعنی یه مرور سریع. گرایش امنیت بهتر یا هوش؟ علاقه است، علاقه، یعنی جز علاقه چیز دیگه امنیت هوش نیست. ولی اگر علاقه به این هیچ کدومش ندارید، من هوش رو توصیه میکنم، به دلیل اینکه ظرفیت پذیرشش بیشتر از امنیته. تمام. وقتی ما خونده باشیم شانس معنی داره آیا؟ بله. روز کنکور روز شما نباشه، ممکن هزاری خونده باشی روز کنکور روزت نباشه. بعد ببینید خوندن زیادم یه مشکل داره. من یه نکته رو بهتون بگم، من یه مشکلی خودم دوچارش شدم. دو تا نکته بهتون بگم. نکته اول، اولا اینکه اگه یه تستی نتونستی حل کنی گیر نده، حتما حلش کنی، گیر نده، خودتو اذیت نکن، حتما وقت بذار من باید اینو حلش بکنم، از روش بگذر، چون ممکنه واقعا سخت باشه، ممکنه غلط باشه. تستو میزنی تو 2 ساعت روش، مثلا 2 ساعت که نه، 7 دقیقه روش زمان میذاری، بعد میبینی پاسخنامه غلطه. خب پس اصلا به گیر نده به یه تست. نکته اول. نکته دوم، بچه زبان رو ازش غافل نشینا. دفترچه یه دونه شده. قبلا چی بود؟ قبلا دفترچه زبان جدا بود، الان دفترچه زبان هم اومده قاطی بقیه تستا قرار. پس بچه ها چی کار میکنن؟ همه میان تستا رو گریدی متد میزنن، درست شد؟ پس وقتی که گریدی متد میزنن میان شروع میکنن اولا مشترکا، زبان رو قطعا نمیزنن و زبان رو صفر میزنن خیلی ها. پس شما اگه رو زبانم یه وقتی بذارید خیلی خوبه. زبان نکته و تست حتما شرکت کنید، بدون لمت حل کردن تستای زبان چیه. مثلا یه تست میاد بنویسید سراغ کدوم پاراگرافش، کلش رو نخونید. استاد هوش بهتری یا شبکه؟ از نظر شخصی و بازار کار، اصلا ببینید بچه بازار کار از تحصیل جداست. اگر کسی الان شاغله سراسری نخونه، سراسری اگه بخوای بخونی باید کارتو بذاری کنار. من واقعا زمانی که سراسری میخوندم دانشگاه تهران میخوندم، همش تو دانشگاه بودم، به هیچ کاریم نرسیدم. درسم که تموم شد تازه رفتم سراغ کار. میخوای این راهو بری، بازار کارو بعد دورش خط بکشی، چون اون چیزی که تو دانشگاه میخونی هیچ ربطی بازار کار نداره. ولی بگم احترام و شأن شما وقتی که دانشگاه تهران میخونی یه چیز دیگه است، یه دنیای دانشگاه تهران درس خوندن، کلی کیف میکنی. حالا من که تو سال 88 هم دانشگاه تهران بودم، تو اون جو دانشجویی و اینها خیلی دیگه ما حضور، نه که مثلا حضورم پررنگ باشه، تو اون جوی که خیلی حالا سیاسی هم بود و اسم اون دانشگاه همش سر زبون ها بود و اینا، جو جالبی داشت اون زمان. کلا اسم دانشگاه تهران اصلا کلا بحث جالب، اسم جالبی هستش، برین دنبالش. کلاس پیش بیایم چقدر خودمون باید وقت بذاریم؟ که گفتم گرایش امنیت بهتر هوش رو گفتم. وقتی ما خونده باشیم شانس، اینم اینا رو که گفتم، منظورم بودجه علوم بود از چه فصلهایی بیشتر میاد؟ بیشتر از زبان منظم میاد. اتفاقا علوم کامپیوتر کمتر به آخر توجه داره، بیشتر از اولا میاد. من دانشگاه ترجمه آقای تنها رو خوندم، همون واسه کنکور خوبه. ادامه بدید، یعنی نه که دیگه ول کنید نخونید، ولی اگه همونو ادامه بدید رو همون تمرکز کنید چیز بدی نیست، ولی تمریناشو بخونید. من سر کلاس
نیندن.